به نام خداوند بخشنده مهربان، همبستگی ملی در برخورد با بحران ها، ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است، همان ذاتی که در قرآن کریم خود چنین می فرماید: و تعاونوا علی البر و التقوی، و بر کارهای نیک و تقوی با هم دیگر همکاری کنید. گواهی می دهم که نیز معبودی برحق مگر الله واحد و لا شریک، و گواهی می دهم که سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و پیروان راستین او باد. اما بعد، بی تردید مجتمع های مترقی و پیشرفته همیشه مجتمع های متفق همبسته متعاون می باشد، به ویژه در اوقات بحران ها. پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم مجتمع های برتر را توصیف نموده فرموده است: مثال مسلمانان در محبت و مهربانی و تعاطفشان مانند یک جسم هستند، وقتی یک عضو آن به درد آید باقی اعضای آن نیز از تب و درد بیقرار می گردد. و در حدیث دیگری می فرماید: مسلمان برای مسلمانی مانند یک ساختمانی است که برخی آن برخی دیگرش را محکم می سازد. هینی گفتن این سخن انگشتان هر دو دست خیش را با هم در آمیخت. و فقه بحران ها تقاضا می کند تا همبستگی ملی از طریق امور زیر تحقق پذیرد: نخست، دوری گزیدن از هر گونه فریبکاری، احتکار و استفاده جویی، چون دین مقدس ما از همه این بیماری ها به صورت شدید منع نموده است و به طور سخت از همه صورت های غش فریبکاری نهی کرده است. چنانچه نخستین آیاتی که در مدینه منوره نازل شد آیات زیر بود: ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون الا یظن اولئک انهم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین. وای بر کم فروشان، کسانی که چون برای خود از مردم پیمانه میکنند حق خود را کامل میگیرند و هنگامی که میخواهند برای آنان پیمانه یا وزن کنند کم میگذارند. آیا آنها گمان نمیکنند که قیامت فرا میرسد و از خبرها بر انگیخته میشود در روز بزرگ، همان روزی که مردم در پیشگاه پروردگار جهانیان میستند؟ و به زبان حضرت شعیب علیه السلام فرموده: و یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدين. و ای قوم، من پیمانه و میزان را به عدالت تمام و کامل دهید و اشیاء مردم را کم ندهید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. و پیامبر صلی الله علیه السلام فرموده: کسی که در تعامل با ما غش و فریبکاری کند از ما نیست. همچنین شریعت محمدی صلی الله علیه وسلم از هر گونه احتکار و سودجویی باز داشته است، چون در این کار بازی با سرنوشت و خود زندگی مردم است تا بر روزی مردم سیطره نماید، و هدف این کار مکاسب غیر مشروع بر حساب سختی و مشاغات مردم می باشد. خداوند متعال می فرماید: یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما. ای کسانی که ایمان آورده اید، اموال یک دیگر را به باطل و از راههای نامشروع نخورید، مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گرفته باشد و خودتان را نکشید، زیرا الله نسبت به شما مهربان است. و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می فرماید: جز خطاکار کسی دیگر احتکار نمی کند. پس شخص احتکار کننده نه جوانمردی دارد نه مهندوستی، چون او خودخواهی را مافوق همه اعتبارات دینی و ملی و انسانی قرار داده است، بنابراین مستوجب خشم و غضب و نفرین خداوند و مردم شده است. اگر شخص احتکار کننده و استفاده جو بدارد مالی که از طریق احتکار و سوء استفاده به دست می آورد، در روز قیامت برایش وبال و گناه بزرگی است، حتما از این ستم بزرگ من می شود. چنانچه الله متعال می فرماید: و من یغلل یأتی بما غل یوم القیامه. و هر کس خیانت کند روز قیامت با آنچه در آن خیانت کرده بیاید. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید: با زرگان روز داده شود و احتکار کننده نفرین شده است. و در حدیث دیگری فرموده: نفرین بر بندگان دینار و درهم. اما تاجر ملی راستگو کسی است که نه فریبکاری می کند، نه غش می کند و نه خیانت، بلکه مهندوستی او را باعث می شود تا در اوقات بحران ها
از سود زیاد و فایده بی حد پرهیز نماید تا بر مظلوم تخفیف آورده باشد. بدون تردید این امر از جمله مهربانی است که برای آن پاداش داده می شود. خداوند متعال به زبان پیامبر خود وعده داده که تاجر راستکار دارای پاداش بزرگی است، طوری که پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید تاجر صادق و امین همراه پیامبران و صدیقان و شهدا می باشد. و در حدیث دیگری فرموده است خداوند رحمت کند مرد با گذشت را که هنگام خرید و فروش و داد و ستت تسامح می کند. ستش مخصوص ذاتی پروردگار است که پروردگار جهانیان است. درود سلام بر خاتم پیامبران سرور ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم و بر همه آل و اصحاب او باد. اوقات بحران ها تقاضا می کند تمام خودگذری و فداکاری داشته باشیم، نه خودخواهی و استفاده جویی. همچنین تقاضا می کند به همدیگر مهربان باشیم، نه سخت دل و خودخواه. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید به من ایمان نیاورده است کسی که خود با شکم سیر می خوابد در حالی که همسایه او در کنارش گرسنه است و او حالت او را می داند. همچنان حالات بحران تقاضا می کند تا مهربانی و بخشش بوده باشد. خداوند متعال می فرماید و یسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. و آنها را بر خود مقدم می دارن هرچند خودشان نیازمند باشند و کسانی که از بخل و حرص نفس خیش بازداشته شده اند پس آنها راستگارن. پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید هنگامی که توشه اشعری ها در جنگ تمام می شود یا زمانی که خزایشان در مدینه کاهش می یابد هرچی دارند در پارچه جمع می کنند و سپس آن را با پیمانه به طور مساوی در میان خود تقسیم می نمایند. آنها از من هستند و من از آنها هستم. بدون تردید این گونه همبستگی دارای نقش بزرگ در تقویت روابط اجتماعی و بشری، توسعه الفت و محبت و مهربانی میان افراد مجتمع می باشد. بنابراین شریعت غرا بر آن تشویق و ترغیب نموده است، طوری که خداوند متعال می فرماید و تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاسم و العدوان. همچنان در باره رفع حاجات نیازمندان خداوند متعال می فرماید و یطعمون طعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا انما نطعمکم لوجه الله لا نريد منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. و غذا را با اینکه نیاز و دوست دارن با دیگران شریک می سازن و همچنان پس الله آنان را از سختی و شر آن روز نگاه داشت و آنها را شادمانی و سرور بخشید و با پاداش که صبر کردن بهشت و لباس های حریر بهشتی را با آنان پاداش داد. و در صفت اصحاب میمونه می فرماید و او اطعام فی یوم ذی مسغبه یتیما ذا مقربه و مسکینا ذا متربه. با طعام دادن در روز قحطی و گرسنگی یتیمی را از خویشاوندان یا مستمندی خاک نشین. و پیامبر صلی الله علیه و سلم می فرماید ای مردم سلام گفتن را رواج دهید و پیوند خویشاوندی را به جای آورید و غذا بدهید و شب هنگامی در حالی که مردم خوابیدن نماز بخوانید تا به سلامتی بدون هیچ رنجی وارد بهشت شوید. و در حدیث دیگری می فرماید بهترین شما کسی است که غذا می دهد. پروردگارا مصر و همه کشورهای جهان را محفوظ بدار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.